ماشاءالله ماشاءالله ټول پاکستانی بوسلی وېستي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. جاي جابر صرف. الله اكبر الله اكبر. دا پوری شای چادر ولیدا. ماشاءالله ماشاءالله پاکستان بوستای بیا وستا. الحمدلله الحمدلله انشاء الله مجاهدین کامیاب دی. ماشاءالله ماشاءالله ټول پاکستانی بوستي وېستي. دان شروع له پاکستان نه دای دوه ما بوستل چې وېستل دا لبان دی وېستل دا شروع له دې درځه دا چې پاکستانیان مو ګیر کړل خپل په خاورو کې دا غو نشانه د ملګری وسو سره ختا دي. وحيدية ها وحيدية ايه وحيدية بس بس ما تشكروا ما تشكروا هاي ها. الله اكبر الله اكبر. ما رميت اذ رميت. الله اكبر الله اكبر. الحمد لله الحمد لله. باكستان فستروغه ولا قد الحمد لله الحمد لله. الله اكبر. باكستان حوالی نوقت دوشنبه درگیری شدید در دو طرف خط مرزی افغانستان و پاکستان میان نیروهای امنیتی این دو کشور رخ داد که دلیل اصلی این درگیری ها را ساختن پوسته های جدید امنیتی توسط نیروهای امنیتی پاکستان گفته شده که این کار با مخالفت شدید مرزبانان امارت اسلامی افغانستان روبرو شده که باعث درگیری در مرز شد که در نتیجه پس از چند ساعت درگیری در مرز دو پوسته امنیتی پاکستان به طور مکمل از بین رفته و به گفته سخنگوی وزارت داخله 3 کشته و 5 زخمی طرف پاکستانی داده و نیروهای امارت اسلامی افغانستان نیز تلفات داشتند. شدت درگیری باعث از این شده که باشندگان دو طرف مرز ساحه را ترک کنند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله با تایید این خبر می افزاید که در نخست نیروهای پاکستانی بالای نیروهای امنیتی افغانستان در منطقه غورکه نزدیک به خط فرضی دیورند تیر اندازی نموده که در نهایت درگیری شدت گرفته و نیروهای پاکستانی خانه های ملکی را هدف قرار داده که در نتیجه آن یک زن و دو کودک در ننگرهار جانهای خود را از دست داده. وزارت دفاع امارت اسلامی هم اطمینان می‌دهد از آمادگی به خاطر دفاع از سرحدات کشور در هر حالت ممکن. به شما معلوم است که در این روزها در سرحدات افغانستان پاکستانی‌ها بعد حملات خود
انجام دادن که این حملات گرچه دفع ترد شده از طرف نیروهای امنیتی امارات اسلامی افغانستان، مگر در این روزا که ملیشه‌های پاکستانی در سرحدات حمله کردن، تعرض کردن در تورخان، در لند بطان و در لور اوشکین در باز سرحدات افغانستان که اوجه یگان فیر و هوان و راکت و توپ فیر کردن، کار خوب نکردن. این کار نیک هم سهداری نیست، این حسن هم جواری نیست و این تخلف است و این کارشان تمام مردم افغانستان و دنیا ایره ایسی میدانم، یعنی تعرض میدانم. اگر همچو حملات پاکستانی اجرا بکنن و یا تیارهشان گشتنی بکنن، تیاره سیاهی پاکستان و استخباراتش در سرحدات ما به شکل گزمه و به شکل کشفی رفت و آمد بکنه و یا ای که تشنج بار برن، ما خوال برشان میگیم که از کار خود دست بکشن. در غیر از او وزیر دفاع افغانستان جناب مولوی سید محمد یعقوب، گرچه قلوردوهای امارت اسلامی افغانستان همه مجهز مسلح و برای این دشمنان جواب دندان شکن میدن، تمام نیروهای ازبق اردوی افغانستان چی در احتیاط و تقاوت هستن و ریزرف وزارت دفاع است. ما به نمایندگی از صدها هزار نیروهای امنیتی پشت نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان استاد هستیم. اگر وزیر صاحب دفاع امر بکنه در ظرف یک روز تمام حملات پاکستان ما بهش هشدار میدیم که این حملات دفع ترد خواهد کردیم و از بین خواهد بردیم. ما از میال به وزارت دفاع و وزارت داخلی امارت اسلامی افغانستان اطمینان میتونم که به صدها هزار نفر نیروهای امنیتی از بق پشت امارت اسلامی و بخصوص وزارت دفاع استاد هستیم و برای دشمنان خود جواب دندانشکن خواهد دادیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، خوش آمدید به گزارش امشب ما. و گزارش امشب ما اختصاص یافته به حادثه المناک دیروزی که در مرز افغانستان و پاکستان رخ داد که در نتیجه آن درگیری شدید میان نیروهای امنیتی پاکستانی و افغانستانی صورت گرفت که در نهایت 3 کشته و 5 زخمی طرف پاکستانی و همچنان یک خانم و 2 کودک، و در عین حال گفته میشد نیروهای امنیتی افغانستان هم تلفات داشته. در رابطه با این موضوع از هموطنان ما نظریات می داشته باشیم که چرا یا کدام دلایل باعث از این میشه که همیشه پاکستان علاقمند از این باشه که وضعیت افغانستان مختل بسازه، و از کدام طریقه باید پیش بریم یا چی پیشنهادها هموطنان ما دارن، و چقدر از حادثات المناکی که همیشه پاکستان میخواد در داخل افغانستان تطبیق کنه خاطرات می داشته باشه. و در عین حال گفته میشه دلیل اصلی جنگ هم این بوده که در مرز نیروهای امنیتی پاکستان میخواسته بالاخره پوسته های امنیتی ایجاد کنه که با طرف مقابل نیروهای امنیتی افغانستان مداخله کرده، و پس از تیراندازی بالاخره چندین ساعت جنگ صورت گرفته که فعلا گفته میشه وضعیت خوب است. ما هم با هموطنان صحبت هایی می داشتیم، پس تا آخر گزارش با ما همراه باشید. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. شکر ده بخیر سلامت باشید. محترم، در رابطه با حادثه دیروز از شما هم نظر می داشته باشیم، مسئله ای که باز جنگ بین مرز صورت گرفت و در نهایتش چندین نفر از دو طرف با شهادت رسید. پاکستان خودت میکنه که ما مرا با پختو وایسته پختو وایم پاکستان چه ده مونږ نه پریری. ها
دیدی د پاره چې هغه خپل مرام دلته لري هغه چې دلته د ما په افغانستان کې ګټي وي افغانستان کې خو دلته چې نن ورځ امنیت ده د هغې په کې ګټه نشته ده چې جنگ د پاکستان په کې ګټي شکر ده الحمدلله زمونږ امنیت قایمه ده او بس پاکستان مونږ باندې څه چې نشي کولی ته نن ورځ اوس ناکام ده د الله په فضل سره بس پس د دې به الله ناکام کړي او خدای فضل ده مونږ علما لرو مونږ شورا مشران لرو انشاءالله بس منګه اصلا کې جنگ نه کوو چړی ور سره ٹھیک ده کاغه یو کې منګه جنگ نه کوو ور سره پدې نه کوو چې منګه جنگ نه غواړو د دې ملک مو صلح غواړو چې ملک د منګه امنیت پیدا شي د مونږ ملک په مخ لاړ شي پاکستان څه هدف لري ایسه پاکستان خدا هدف لري چې افغانستان کې جنگ پیدا شي ٹھیک ده هاو پاکستان دا هدف لري نو ان شاء الله په خپل هدف کې هغه ناکام ده ناکام ده او ناکام ده پدې نه چې باندې ده حال فعلا آیشه برای مردم افغانستان و برای حکومت فعلی افغانستان امارات اسلامی افغانستان چی لازم است در مقابل از اینکه همیشه مثلا اول حمله از طرف پاکستان صورت میگیره و دفاع ما میکنیم ما باید چی کار کنیم که از این جنجال خلاص شیم دیگه منگه خپل دفاع کو منگه دفاع کو تاریخ و ترفوخ منگه و ترک ما لانجه نلدی او که بیا پی خطوله بیا چه منگ سر لانجه کنه بیا منگه مر سر کو منگه خدای پزنده بخشید قارومان سړی لرو چې دی موږ وزیر د دفاع له مونږ ته بیا خوب او موږ هم نه کوي موږ هم سره بیا همې سیم خاردارشان قبول میکنین د بین مرز نه سیم خاردار چې ته قبول موږ ته اټک پور ته هغه پورې هغه لرو سیم لرو دا د موږ سیم ده دا په تاریخ کې لیکلې ده هو موږ ورته امضا نه ده کړی ان شاء الله موږ کامیاب یو دا ورته نه کوي دقیق خیر سلامات اوسئ سلامات بیندای عزیز در کنار ما یکی از بزرگانی هست که از ولایت پکتیکا هستن از ولایت پکتیکا هستن و این ولایت پکتیا و پکتیکا در مرز با پاکستان هم قرار داره در رابطه با وضعیت ازی که چرا وضعیت افغانستان و پاکستان قدر به نزاع همیشه میره و چرا علاقمند است خاصتا کشور همسایه ما پاکستان به اینکه بالای افغان ها ظلم شده به یک نمو نظر شما بشیم آجتب سلام علیکم و علیکم سلام چی حال داری؟ صحتان خوب است؟ الحمدلله بخیر سلامت باشه آجتب در رابطه با وضعیت دیروز از شما میپرسیم چرا پاکستان قدر علاقمند است همیشه جنگ باشه در افغانستان و طرفدار جنگ هم است؟ والله خود دست دو چه در افغانستان مظلوم ولس دی مظلوم خلق دی و ظلمونی نپرگی دی خپل پرمختګ ته خپل چوکړ ته خپل انسانیت ته د دې خارجیانو لوسونه دي چې ویي یې لکه امریکا چې کسه او دغه څه نورې د ملګیر اوله یې په پالستین کې وکسه چې په مسلمانۍ سره لبې کړي دي یا کوم رقم ظلمونه کېږي بیا یې روشه په افغانستان کې چې خپل حق حقوق لري او پاکستان یې ځان سره ورته متحد کړی دی چې مصدق جنګونه کوي والله خو دا خو ځکه کوي چې دوی ته خپله کپته لګي چې د اوله دغه کوو دا یې مسلمان ملت لون ته وایي افغانستان ملت لون ته مسلمان وایي چې دا مسلمانان دي اسلامي هېواد ده اسلامي عمارت دی نو موږ وله دا ظلم وکړو خو دوی چې کوي د دوی ته خپله پته لګي چې دې مقصد مطلب مرام یې څه شی دی پوه شوې د دې مورال بدل دی ورو ورو زمو په دې کې ورو لسوهنې دي په دې کې ورو زمو د خارجي لسونه دي می خارجي لسونه کته کوو د ظلم لسونه کته کوو د پرمختګ دغه دی چې پنځه روپۍ په خاطر یا په سرحداتو کې جنګ وکړي یا ولته وکړي دلته وکړي یا په یوه ځي یا په بل ځي یا لسوهنه وکړي په افغانستان کې یا ښه وکړي یا بد وکړي افغانستان عقب باندې څه فایده پاکستان څه فایده لري څه ګټه لري پاکستان ته بس په پاکستان دا ګټې دي چې پاکستان کردورۍ شوی دی ډېر اقتصادي وضعیې ضعیف دی زیات دی او دا ګټې افغانستان کې لیدلې دي چې دا ګټې دا جنګونه وکړو موږ ورته موږ ته خارجیان څه نثر وکړي خارجیان څه نثر موږ ته وروکړي دي موږ بغلونه ډک شي موږ د کرز نه خلوش بخیر سلامت باشه قربان در کنار یکی از باشندگان ولایت پکتیا و نظرشان همی داشته باشیم در رابطه با این مسئله دیروزی که اتفاق افتاد و در نهایتش
یگیسی هموطنهای ما در داخل افغانستان هم به شهادت رسید و طرف دیگه طرف پاکستانی هم تلفات سنگینی دادند از این موضوعی که خاصتاً پس از اون جنگ مرزی که صورت گرفت. باشم سلام علیکم. و علیکم سلام. چهال داری؟ ساعتان خوب است؟ خیر انشاءالله خوشحال هستم. سلامت باشه. آقای محترم نظرت هم داشته باشیم در رابطه با موضوع دیروز، موضوع جنگی که در بین دو طرف صورت گرفت و در نهایت چند نفر هم به قتل رسید. واسه موږ کوم دغه خبر وسوار یا دلتاش د پتن او کړي جواب کې به درته وایي چې په دې باندې واړو لوی ټول خپيږي چې موږ اول تر اخره پاکستان نه ترکی ته بریدي نم دوست ده نه دوستي را سره پالي موجه دا ده چې ترکی خو هغه خبره کوي چې حکومت هغه دی غوب خوخه چې کوم شی را دلته ونیسي هغه دی بیا مشکلات جوړي دا وځ چې پوسټي خبره و ماګه هیڅ خبري واره درې چې پوسټه و نو پوسټه چې خپل خاوره کې جوړوم نه دي څه کار چې دای دې ما بیا ما خپل خاوره کې پوسټه ته لپریږي نو دا خاره خبره ده په دې کې هیڅ مشکل نه څه دا غار سړی پیږي د افغانستان ولکه لوی په دې کې پیږي خط فرضي دی وران به رسمیت مشنوسي نه دا غو د شاله وخت نه نو چې بچای نه غلي دي چې هغه ورځ په خاور نه پیدا لاغې نه پیدا ني نو موږ به سره کو پیدا موږ بیا د عمر ګرځېدلې د عمر معلومات راځه تا خوشی کدام اول چی باید شوه همیشه یک مو بعد دو مو بعد ان مو تاکس لاملار نشه دغه افغانستان صدمه میرسه دغه مشکل څه دا په دې شنال کیږي نه دا څلوه کالال سوې ده نه دا 50 کال اویا کال د پاکستان وطن شزاد سوې ده په دغه باندې دغه مشکل دغه نال کیږي چې څو پورې دی او موږ په اخلاص کې سره دا غونډې ته ونکو یو بل مشکل حل نکو یا دی یو بل مشکل ته ونه ګورو دغه مشکل دې موږ نه حل کیږي د موږ ضرورت د دې ضرورت گاونډي یو بل ته ضرورت لري فعلا بر وضعیت فعلی افغانستان باید از طریق گفتگو به این مسئله حل شود یعنی زور در مقابل نه نه زور خو اول حضور ته ضرورت نسته ځکه چې یو خاطه مسلمان ورونه دي دی خاطه مسلمان ورونه که یو وری مسلمانی خبره شي بیا خو ورونه یو او که یو وری دغه چې زور خبره سو بیا خو مختم دومره او شله بس ته ځاتې شي د سلوی کاوی کال یو سره او شله وکي ها اوی کال اته خو شله ختمیږي نو زه دغه ځوانان ولال دي دغه یاري نه ځان ځان ته پښتنه وکه ولا چې په نیمه شپه مې ورځ نه جنجال ته روان دي خو دغه د مشرانو خبر دي ستا چې او شله وکي د خبرو لارې به یو هغه سرته ورسیږي او معامله به جوړه شي او حساب به برابر شي خو دغه مشکل لرلو پاکستان سره اول تر اخره دقیقاً باید این مشکلات ها هم حل شود قسمی که این یکی از بزرگوارای ولایت پکتیا گفتن چی مشکلات ها بین مرز وجود داره شما خود در پکتیا زندگی کردین و بالاخره با مردم صحبت های داشتین چقدر مشکلات ها واقعا در روس ها صورت میگیره و خاصتا فعلا فصل میوه است پیشتر یکی از برادر ها صدا کردن که بالاخره هفته یک بار دو بار ترخم و همون گیت های دروازه های پاکستان بر روی مواد تجارتی افغانستان هم بسته میشه و بالاخره مواد افغانستان و میوه‌جات افغانستان در داخل افغانستان کلش خراب میشه خود کدام مشکلات رو خبر جواز مگا وقت ما خبر وکړ دی په هر لهجه کې مگا په هر لحاظ کې مخته تاوان را رسي کدي سبزی کدي میوه کدي انسانانو کدي یعنی ترکی ته موږ نه پریږدي نه سه کال دغه خلک وسته دغه باغو ولا دغه وایي چې موږ اصلا ډیر سوي دي اصلا ډیر سوي دي خچيري وړي چې دومره غټ هغه موږ نه لرو چې په وایي وو سرخانی نه لرو بل د شي لار نه لرو چې وایي باندې یو بل ملک ته ویسو نو دغه پاکستان ته هم صادرولې لیږو چې به نورو ملکو ته صادرېدلې یا د ده په نوم باندې یا د افغانستان په نوم باندې خو هغه هم اوس هغه هم نه راباندې لورېږي چې دغه تجارت د دوی په مخ ولاړ شي چې تجارت یې نه در باندې لورېږي نو مخې ته نو ملک به څرنګه په ارامه درته پرېږدي بخیر سلامت باشه خیر زو خوشاله اوسم دوستای عزیز با هموطنان دیگه هم صحبت های می داشته باشیم در رابطه با اینکه چی راهکارا واقعا به نظر همین هموطنان ما بهتر تمام خواهد شد به خاطر از اینکه همین مشکل مرزی از بین بره سلام علیکم و علیکم السلام چی حال داری ساعت خوب است الحمدلله شما خوب هستین بخیر سلامت باشی برادر عزیز نظر خودت به صفت یک جوان می داشته باشیم قسمی که شما خبر هستین روز قبل
باز جنگ در مرز کابل و پاکستان، البته ما مرز افغانستان و پاکستان صورت گرفته بود که در نهایتش 10 نفر طرف پاکستانی تلفات داده و دو پستیش هم از بین رفته و افغان ها هم تلفات داده، یک خانم به شهادت رسید، دو کودک هم. چی نظر دارید چرا جنگ و ستم بین افغانستان و پاکستان خلاص نمیشه؟ این در اصل اول بینندگان از را کلگی شان سلام میگیم، پس از سلام ادامه به نظر خود اینا که هستن، پاکستانی ها از سالهای سالها همچنین ظلم و ستم را بالای افغانستان کدگی هستن، به نفع خودشان، به نفع شخصی خودشان همیشه ای 40-45 ساله که اینا چقدر که مثلا نیروهای ما را، نیروهای افغانستان و مهاجران افغانستان تهدید کردن، نیروهای افغانستان یک بار نه بارها یا که است از بین بردن، این کل لگیش که است به نفع خودشان این کار انجام میده. این کارهای که است اصلا نه در انسان وجود نداره. شما اگر افغانستان ناامن باشه چی فایده به پاکستان میرسه؟ افغانستان ناامن باشه به پاکستان که است اصلا این همه قدر یک پاو یک خورد واره که است کدام نفع نمیرسه، ولی یا اصل بنیادشان که اینه میسته باید همیشه افغان ها که است کمزور و ضعیف باشه. به این خاطر اگر که افغان ها کمزور و ضعیف باشه، باز افغانستان نمیتوانه که مثلا به عروج بالا بره و از طریق اقتصاد مثلا حال کلگی معاملاتی که رخ گرفته است اصلی از کنر، مسئله کنر است، مسئله کنر است، دیمه کنر که کل لگی آب به پاکستان تخلیه میشه و کل لگی آب به پاکستان میروانه، اصلی هدفشان می است که آب همیشه با آزاد باشه، به طرفشان همیشه به طرفشان آزاد باشه، افغانستان در جنگ و جدل در خرافات به غم خودشان مبتلا باشه، از غمی از یا که است یا مزه و خوند و غیره بگیره. بدون شک بخیر، سلامت باشه، امیدوار هستم که این مسائل دیگه خلاص شوه و این بین دو کشور اسلامی که نزاعی است، اختلافاتی وجود داره و گفته میشه به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان جنگ هم از طرف پاکستانی ها شروع شده به خاطر از اینکه میخواستن در خط فرضی دیورند چند پستی جدید امنیتی جور کنه که نیروهای امنیتی افغانستان مانع شده بوده. یا اینطور کار را انجام میتن، این کارا که هست کلگیشان به نفع افغانستان، به نفع افغانستان، به نفع پاکستان نیست. دو تا کشورا که هست با هم دیگر می جنگن، مثلا او جم نابودی میایه و ای جم نابودی میایه، باید این کارا بار بار تکرار نشوه. تکرار نشه، امیدوار هستم جلوگیری شوه. بخیر، سلامت باشه برادر عزیز، قربان دارم. بیندای عزیز، قسمی که شما نظریات هموطنان ما را شنیدین بابت این مسئله و همه گیشان خواستار از این بود که همین مسئله از طریق گفتگو حل شد و بهتر خواهد بود، بخاطر از این که دیگه تا به توان جنگ بر مردم افغانستان واقعا نمانده و نزدیک به 5 دهه در داخل افغانستان جنگ است. دیگه از این بابت همه گی امنیت میخواه، همه گی صلح میخواه و ضرورت مبرم هم دیده میشه در داخل افغانستان و همیشه ایر افغان ها ثابت ساختن که از افغانستان هیچ گاهی به کدام کشور دیگه صدمه نمیرسه و پس از کشورهای دیگه هم تقاضای ما می است که به داخل افغانستان صلح و سرتاسری را کوشش کنن که کمک کنن که مردم افغانستان که بیایه تا باشه این مشکلات ها حل شود. بس از 5 دهه مداخلات زیاد را دیدیم، امیدوار هستم که دیگه این مشکلات ها حل شود و برای امارت اسلامی افغانستان هم گفتنی و پیشنهادهای که هموطنای ما هم داشت، ما به صفت یک جوان افغان پیشنهاد ما می است که از طریق گفتگو این موضوع را اصلی و بنیادی حل کنه تا باشه مشکلات ها هم حل شود. این بود گزارش ویژه و اختصاصی، تا گزارش های بعدی، الله حافظ.